سلام دوستای نازنین، باز هم خوش آمدید به کانال من. امروز میخواییم که برانی باینجان تهیه کنم. تا آخر برنامه مرا همراهی کنید. دوستای عزیز، من این باینجان را 2 ساعت پیش پست کرده بودم، توته کردم داخل آب یخ، همراه نمک تر کردم و مدت 1 ساعت 2 ساعت داخل آب نمک گذاشتم. بعد از او داخل چلاستافی خالی کردم، یکی 2 ساعت دیگه گذاشتم تا که خوب آبش بره خشک شود و آل آوردیم که سرخش کنیم. بعضی کسا وقتی که سرخ میکنه همراه سفیدی تخم مرغ یا خود تخم مرغ باینجان اول در داخل تخم مرغ تو میزنه باز سرخ میکنه. او روش خوبه، روغن کمتر مصرف میکنه اما به نظر من خوشمزه نمیشه. من همین رقم دوستان پخته کنم و همین که داخل آب نمک 2 ساعت میمانین برش کمک میکنه که روغن کمتر جذب کنه. دوستای عزیز، در بخش 2 در استپ 2 ما همین روغنی که از باینجان سیا مانده ایره میگیریم، یک سس جور میکنیم، سس باینجان رومی، و در سر از اون باینجانایی که سرخ کردیم میپرتیم. اول زردچوبه رو در روغن میپرتیم سرخ میکنیم که خامبوش بره. بعد از او ما اینجا 5-6 دانه سیر از تراشک تیر کردیم، ایره اضافه میکنیم. به نظر من خوشمزگی از این لذت فقط به سیرش است. تا یاسمین ما 1 قوطی باینجان رومی تیار داخلش اضافه میکنم. شما میتونید که باینجان رومی تازه هم اضافه کنید. ما در دسترس نداشتم امروز. من باینجان رومی ها را باینجان سیاه ها را نمک کرده بودم، کمی نمک میندازم که شور نشه. دیگه کمی هم مرچ سیاه به خاطر خوشبویی، کمی هم زیره. یا سمینه که هم در پایلوی مسته که ما را اذیت میکنه. مادرش نمیمونه که ریکارد کنه. Okay, baby. دوستای عزیز، سس هم آماده شده، دست سر روغن آمده اما به نظر من رنگ ازی کم هسته. من یک قاشق رو به باینجان رومی هم دست سرش میخوایم اضافه کنم. باینجانایی که سرخ کرده بودیم اینجا داخل دیگ تیار است. استپ 3 این همی سوس در سر باینجانای سیاه اضافه میکنم. حدود 15-20 دقیقه میمانم به دم با حرارت بسیار زیاد کم.
کفگیر شور نمیتیم که باینجان ها خراب میشن. همراه خود دیگ شور میتیم. این قسم های تکانش میتم. هر وقت هم سر دو میمانم. این رو میمانم که کمی دم بکشم. دیگه تیاره سر روغن بیایی تیاره باز نشان میتونم دوستای گال. دوستای عزیزم این هم شکل آخری بورانی بادنجان است. ما آلو نمیکشم چون که ما آلو نان نمیخوریم پسان میخوریم از خاطر پسان میکشم. شکل آخریش به این قسم آمده. نمکش هم تسته و نمکش هم خیلی خوب بود، یادم نبود کمم نبود. امیدوارم که شما هم جور کنین و لذت ببرین. تا برنامه بعد خدافظ.